به نام خداوند بزرگ و خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز دوشنبه دوم ثور 1398 خورشیدی است که مصادف می شود به 22 اپریل 2009 میلادی. نخواست سرخط خبرها. افتتاح دو پروژه آبرسانی در ولایت جوزجان به ارزش بیش از 30 میلیون افغانی. تأکید دکتر عبدالله بر دوام کار شورای عالی مصالحه. و در اخیر هم کشته و زخمی شدن نزدیک به 800 نفر در اثر چند انفجار در سریلانکا. مشروع خبرها با من محمود رسولی. دو شبکه آبرسانی که برای بیجا شدگان در ولایت جوزجان ساخته شده بود از سوی مقام‌های محلی این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این شبکه از سوی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت و به همکاری مالی جی آی زید و یو ان اچ آر سی در قریه های حکمت آباد و عید محله شهر شبرغان ساخته شده است. گفته می شود که از این شبکه ها 2000 نفر مستفید می شوند. دو شبکه آبرسانی به ارزش بیشتر از 30 میلیون افغانی در شهر شبرغان به بهره برداری سپرده شد. عبدالمالک رستمی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان میگوید پروژه شبکه آبرسانی در قریه نوابات ایت مله شهر شبرغان به ارزش 28 میلیون افغانی از طرف مؤسسه جی آی زید برای بیجا شدگانی که در قریه متذکره زندگی میکردند ساخته شده است. او افزود این شبکه میتواند برای بیشتر از 1800 فامیل آب آشامیدنی فراهم کند. او تصریح کرد همزمان یک پروژه دیگر در قریه حکمت آباد این شهر از طرف ریاست امور مهاجرین به همکاری مالی مؤسسه UNHRC ساخته شده است. او اضافه کرد این پروژه به ارزش 2.8 میلیون افغانی ساخته شده که 400 فامیل می تواند از این پروژه مستفید شوند. او گفت ما از مردم می خواهیم که باید از پروژه های عامل منفی که تطبیق شده است حفظ و نگهداری کنند. رستمی علاوه نمود این شبکه های آبرسانی به خاطر رفع نیازمندی های باشنده قریه های متذکره می باشد. ما با اساس نظرسنجی و نیازمندی از نوعی که اونا داشتن شناسایی که صورت گرفته بود در دو نقطه، یک منطقه قریه نوابات ایت محله یک برنامه شبکه آبرسانی را به ارزش 28 میلیون افغانی از طریق دفتر جایزت که مربوط به کشور آلمان میشن و در هماهنگی با تفاهم ریاست امور مهاجرین و وزارت امور مهاجرین اینا برنامه را برای مدت 6 ماه روی کار کردن و تطبیق کردن. در همین حال باشندگان محل از این پروژه ها استقبال نموده، گفتند که مشکلاتشان از ناحیه آب و آشامیدنی مرفوع شده است، اما آنها از حکومت محلی میخواهند تا در قسمت جغل اندازی سرک ها ایجاد مکتب برای اطفالشان و شفاخانه در این منطقه توجه نمایند. از لحاظ آب بسیار زیاد مشکلات ما رفع حل شده. بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکلات ما برق است، سرک است و کلینیک است، مکتب است. از این لحاظ مشکلات زیاد دارد. شبکه آبرسانی در ولایت جوزجان در حالی ساخته شد که باشندگان این ولایت از کمبود آب آشامیدنی و آب زراعتی در این ولایت شکایت دارند. دکتر عبدالله رئیس جمهور کشور در نشست شورای وزیران بر دوام کار شورای عالی مصالحه تاکید کرده گفت که با مشوره که با سیاسیون داشته هنوز امیدواری هایی را نشان می دهد که شورای عالی مصالحه ما شورای عالی مصالحه ما را برای رسیدن به صلح کمک کند. رئیس جمهور دلیل لغو شدن نشست قطر را نیز بی مدیریتی در پیش برده این روند دانسته می گوید که این نشست به دلیل سوی مدیریت لغو شده است.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در نشست شورای وزیران بر دوام کار شورای عالی مصالحه تاکید کرد و گفت با مشوره‌ای که با سیاسیون داشته هنوز امیدواری‌هایی را نشان می‌دهد که شورای عالی مصالحه ما را برای رسیدن به صلح کمک می‌کند. رئیس اجرایی دلیل لغو شدن نشست قطر را نیز بی‌مدیریتی در پیشبرد این روند دانسته می‌گوید که این نشست به دلیل سوء مدیریت لغو شده و یک زمینه که برای بحث و گفتگوی دو طرف ایجاد شده بود بر هم خورد و حکومت این آمادگی را دارد که در صورت فراهم شدن فرصت نمایندگی خوبی از دولت و مردم افغانستان نماید و به صورت کل مردم افغانستان عزم و ارادهشان را برای تأمین صلح و زندگی ثابت ساختند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور قبل از این نیز اعلام کرده بود که در نشست لوی جرگه مشورتی سال شرکت نخواهد کرد. ریاست اجرایی با انتشار اعلامیه گفته بود که گروه انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری ریاست اجرایی جرگه مشورتی سال را رای حلی برای رفع مشکلات موجود در افغانستان نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد. در این اعلامیه همچنان ذکر شده بود که ما در تیم ثبات و همگرایی نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده ایم و در این حال دلایل قناعت کننده برای این نشست سراغ نداریم. پلیس فاریاب از کشف و خونسا شدن 5 حلقه ماین طبیعی شده در این ولایت خبر می‌دهد. مقام‌های امنیتی در این ولایت می‌گویند که طالبان 5 حلقه ماین طبیعی شده را در مرکز بازار ولسوالی المار و در جاده ولسوالی کویسان این ولایت جاسازی کرده بودند که از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا شده است. به گفته این مقام ها طالبان با جاسازی این ماین ها در این مناطق قصد داشتند که به نیروهای امنیتی در این ساحه آسیب برسانند. پلیس فاریاب از کشف و خونسا شدن 6 حلقه ماین طبیعی شده در نقاطی از این ولایت خبر می‌دهد. کریم یورش سخنگوی پلیس در این ولایت میگوید که طالبان 6 حلقه ماین طبیعی شده را در مرکز بازار ولسوالی المار و جاده کوهستان این ولایت جاسازی کرده بودند که از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا شده است. با گفته این مقام امنیتی طالبان یک حلقه ماین طبیعی شده با مرمی توپ DC را در مرکز بازار ولسوالی المار این ولایت جاسازی کرده بودند که از سوی پلیس کشف و توسط تیم انجینیری پلیس قماندانی امنیه این ولایت خونسا شده است. این مقام امنیتی همچنان می افزاید که طالبان 5 حلقه ماین طبیعی شده دیگر را نیز در مسیر راه کوهستان این ولایت جاسازی کرده بودند که یک حلقه آن در اثر برخورد یک تن از آبرین از ساحه منفجر شده و فرد مذکور نیز جراحت برداشته است و 4 حلقه دیگر آن از سوی نیروهای قطعات خاص امنیتی و کماندو کشف و خونسا شده است. گفته می شود طالبان با جاسازی این ماین ها قصد داشتند نیروهای امنیتی و افراد ملکی را در این ساحه مورد هدف قرار دهند. از روز گذشته که مخالفین مسلح دولت یک حلقه ماین طبیعی شده با مرمی توپ DC را در مرکز بازار ولسوالی المار جاسازی کرده بود به خاطر ضرب زدن به نیروهای امنیتی و یا افراد ملکی که خوشبختانه کشف شد و توسط تیم انجینری قماندانی امنیت ولایت فاریاب خونسا شد. این در حالی است که چندی پیش نیز یک تن از افراد گروه طالبان در اثر انفجار ماین دست داشتش کشته شده بود. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کابل در عملیاتی که صبح امروز در ولسوالی دیسبز این ولایت را اندازی نموده بودند و تعداد 30 میل اسلحه را کشف و به دست آوردند. این سلاح ها از سوی قاچاقبران به طور ماهرانه در یک موتر تیز رفتار جاسازی شده بود که می‌خواستند آن را به داخل شهر انتقال دهند. با گفته مقام های امنیتی در پیوند به این قضیه 2 تن بازداشت شده است.
وزارت داخله با پخش خبرنامه میگوید نیروهای امنیتی کشور طی عملیات‌های هدفمند روز گذشته در ولایات ننگرهار، پروان و کابل یک اراده موتر مملو از مواد انفجاری 30 میل سلا و 77 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. وزارت داخله کشور میگوید نیروهای امنیتی افغان در نتیجه عملیات‌های یک اراده واسطه نقلیه مملو از مواد انفجاری گروه طالبان را که قصد انفجارش را در شهر کابل داشتند از مربوطات ولسوالی سروبی این ولایت کشف نمودند. این موتر که مملو از مواد انفجاری بود از یک مخفیگاه طالبان مسلح با دو قبضه راکت، یک میل پیکا، یک میل سلاح کلاشینکوف، یک میل سلاح دتکه، 350 کیلوگرم چرس و مقداری از مهمات را از قریه حسن قلعه ولسوالی سروبی ولایت کابل کشف نمودند. وزارت داخله اضافه نموده است که منصوبین پلیس مبارزه با مخدر ولایت کابل روز گذشته از ولسوالی ده سبز این ولایت 30 میل سلاح کمری را کشف و به دست آوردند. این سلاح ها که در یک اراده واسطه نقلیه جا به جا شده بود و قصد انتقال آن را به داخل شهر داشتند، توسط نیروهای امنیتی کشور کشف و پیوند به این قضیه دو تن بازداشت شده است. از سوی دیگر نیروهای امنیتی کشور نیز 77 کیلوگرم مواد مخدر نو چرس را از ولایات ننگرهار، پروان و کابل به دست آوردند. گفته می شود از این مقدار مواد مخدر 46 کیلوی آن را از ولایت ننگرهار، 29 کیلوگرم را از ولایت پروان و متبقی آن را از ولایت کابل به دست آوردند. پلیس رابطه به این قضایا 8 تن را دستگیر نموده. این بود خبرهای داخلی. این ساعت خبرهای خارجی پس از رفت و برگشت کوتاه تقدیمتان می گردد. با خبرهای خارجی این ساعت خوش آمدید. در 8 انفجار روز یکشنبه که در هتل‌های مجلل و مراسم عید پاک در کلیساهای سریلانکا صورت گرفت، بیش از 290 نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. پلیس سریلانکا اعلام کرده است که تاکنون 24 نفر در ارتباط به این بمبگذاری ها دستگیر شدند. اما تا این لحظه عاملان این انفجارها از سوی مقامات دولتی اعلام نشده است. به گفته مقام های این کشور حدود 500 نفر در جریان این انفجارها زخمی شدند که بیشترشان اتباع خارجی هستند. تعداد کشته های 8 بمبگذاری مرگبار در سریلانکا به 290 افزایش یافته و دولت این کشور که در جستجوی عاملان حملات است مقررات سراسری منع تردد اعلام کرده است. در 8 انفجار که هتل های مجلل و مراسم عید در کلیساها را هدف می گرفت، بیش از 290 تن کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. پلیس سریلانکا اعلام کرد که تاکنون 24 تن در ارتباط به این بمبگذاری ها دستگیر شدند. اما تا این لحظه عاملان این انفجارها از سوی مقامات دولتی اعلام نشده است. بر اساس اعلام رسمی حدود 500 تن در جریان این انفجارها زخمی شدند که صدها تن از آنان را اتباع کشورهای خارجی تشکیل می دهند. این بزرگترین و مرگبارترین حادثه در این کشور پس از پایان جنگ‌های داخلی در سال 2009 میلادی بوده است. همزمان گزارش‌های از اعمال موقت محدودیت‌های بر شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست وجود دارد. گفته می‌شود پیام‌رسان‌های طرفدار مثل واتساپ و فیسبوک برای خیلی از کاربران در دسترس نیستند. نیروی هوایی سریلانکا گفته که بمب‌های دستسازی را در نزدیکی فرودگاه اصلی کولومبو پایتخت یافته و خنثا کرده است. اولین گزارش‌ها از وقوع انفجارها در ساعت 8:45 صبح به وقت محلی گزارش شد، به طوری که 6 انفجار در یک فاصله زمانی کوتاه روی داده است. رانیل ویکرمسینگه نخست وزیر سریلانکا در کنفرانس خبری که عصر یکشنبه برگزار شد در مورد گزارش‌های اظهار نظر کرد که میگفت مقام‌ها پیشاپیش اطلاعاتی از احتمال وقوع حملات داشتند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا پایان عطای معافیت از تحریم‌ها برای خرید نفت از ایران را اعلام می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در ماه نوامبر برای 8 کشور معافیت 180 روزه تعیین کرده بود تا
تا فرصت جایگزینی واردات نفت از ایران را داشته باشند. گفته می شود که دولت آمریکا دیگر به کشورهایی که مکنون از ایران نفت وارد می کنند معافیت نخواهد داد. این خبر باعث افزایش 3% قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. با شنیدن این که قرار است آقای پمپیو اعلام کند که کشور آمریکا به کشورهایی که از ایران نفت وارد می کنند معافیت نخواهد داد، قیمت نفت در بازار جهانی یک بشکه نفت به بیشتر از 74 دلار رسید. کشورهایی که معافیت موقت از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران را گرفتند عبارت از ژاپن، چین، کره جنوبی، هند، ایتالیا، تایوان، ترکیه و یونان می باشد. می شود اگر کشورها و شرکت خارج از امریکا تحریم های این کشور در مقابل ایران را رعایت نکنند مجازات شده و دچار محدودیت در داخل امریکا خواهند شد. مقام های وزارت خارجه امریکا میگویند این تصمیم به دلیل عرضه نفت در بازار بیشتر از پیش و تعهد بستن عربستان و امارات متحده عربی به جبران هر نوع افت عرضه نفت گرفته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا رابطه به این موضوع با ولیعهد امارات متحده عربی صحبت کرد. تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه استدلال کردند که ادامه مغایر سیاست فشار حد اکثر است که آقای ترامپ و وزیر خارجه آمریکا میگویند علیه ایران دنبال میکنند. برای 8 کشور جواز خرید نفت از ایران در سال 2018 صادر شد، اما به دلیل اینکه کشورهای یونان، تایوان و ایتالیا عملا خرید نفت از ایران را متوقف کرده بودند مجوزشان دید نگردید. به نظر می رسد هند و چین بزرگترین کشور وارد کننده نفت از ایران می باشد. یکی از مقام های وزارت خارجه می گوید هدف از این اقدام بالا بردن هزینه برای رفتارهای زیانبار ایران است که به گفته او صلح و امنیت را تهدید می کند، اتهامی که ایران رد کرده است. معترضان در سودان گفتند که تماس با شورای نظامی حاکم که قدرت را به جای عمر بشیر رئیس جمهور سابق این کشور در دست گرفته قطع کردند. آنها شورای حاکم را متهم کردند که از بقایای رژیم آقای بشیر تشکیل شده است. هزاران تن از تظاهرات کنندگان در برابر ستاد مرکزی ارتش در خارتوم تجمع کردند تا یک شورای غیر نظامی که می خواهند قدرت را در دست گیرد معرفی کنند. در همین حال مقامات ارتش این کشور می گویند که به انتقال قدرت متحد هستند. رهبر اعتراض کنندگان در سودان گفته است که تماس آنها با شورای نظامی که قدرت را به جای عمر بشیر رئیس جمهور سودان در دست گرفته بودند قطع شده است. آنها شورای حاکم را متهم کرده است، می گوید که آنها از باقی مانده رژیم عمر بشیر تشکیل شده است که در اثر آن هزاران تظاهر کنندگان در برابر ستاد مرکزی ارتش در خارتوم جمع شده بودند تا یک شورای غیر نظامی را معرفی کنند. در این حال محمد امین سخنگوی جنبش اعتراض کنندگان سودان گفت که آنها اکنون شورای نظامی را استمرار رژیم عبدالبشیر می دانند. اتحادیه مشاغل حرفه‌ای سودان روز یکشنبه شورای غیر نظامی را معرفی کرد. تظاهر کنندگان می خواهند تا زمان برگزاری انتخابات یک دولت انتقالی تشکیل دهند. ارتش سودان روز یکشنبه گفت که در ظرف یک هفته به درخواست تشکیل حکومت غیر نظامی پاسخ خواهند داد. در دسامبر سال 2018 دولت تلاش کرد که تا مانی فروپاشی اقتصاد شود، اما با کم بودن نان و سوخت و اعتراضات در شرق کشور زیاد شد و آنها خواستار برکناری عمر بشیر شدند در حالی که 30 سال قدرت را بعد دست داشت. ارتش سودان آقای عمر بشیر را روز 11 اپریل برکنار کرد. معترضان گفتند تا زمان انتقال قدرت به دولت غیر نظامی در خیابان میمانند. این بود خبرهای خارجی. ساعت حال به وضعیت ها به هوای چند ولایت از کشور و نرخ ارز ها توجه کنید.
بود مجموعه خبر این ساعت از تلویزیون بیک از همراهی همه شما جهان سپاس.